من فکر میکنم که اتفاقا به همین دلیل اینقدر حکومت داره روی مقاومت دانشجویان حساسیت نشون میده، برای اینکه دانشجویان دارن یک الگوی مهم رو به جامعه ارائه میدن و اون هم اتحاد و همبستگیه، همون اثر پروانه که ازش صحبت کردیم. یک دختر دانشجو میخواد بدون مقنعه وارد دانشگاه بشه، حراست جلوش رو میگیره، ما میبینیم که همه دانشجویان جمع میشن کاری میکنن که در نهایت حراست مجبور میشه که اجازه بده که اون دختر وارد دانشگاه بشه. دانشجویان با این حرکات دارن به جامعه یادآوری میکنن که ما پیروزی هایی به دست آوردیم و اگر این پیروزی ها رو نبینیم نمیتونیم پیروزی بزرگتر رو رقم بزنیم. دانشجویان دارن یادآوری میکنن که دیکتاتوری از ناامیدی ماست، از خسته شدن ماست و از پذیرفتن ماست که آره دیکتاتور دوست داره به ما بگه من رو این تنم، وضعیت تغییر نمیکنه، سرتون رو بندازین پایین، زندگیتون رو بکنید. دانشجویان دارن این رو به هم میزنن، دارن میگن نه وضعیت تغییر میکنه اگر ما بخوایم، کما اینکه مثلا در برابر همین حکم مسخره مقنعه که برای انتقام از زنان دانشجو صادر شده ما ایستادیم و وضعیت رو داریم تغییر میدیم. بنابراین این وضعیتی است که به نظر من شما ببینید خانم علم الهدا امروز میره در کشورهای خارجی و باش مصاحبه میکنن، میگه که اصلا چه نیازی داره زنان مثل مردان درس بخونن، این همسر رئیس جمهوری مملکته. بنابراین دانشجو با ادامه تلاش خودش، دانش آموز با رفتن به مدرسه و با درس خوندن داره اون امید رو به جامعه تزریق میکنه و میگه که قبول نکنید که دیکتاتور رو این تنه، قبول نکنید که ما زورمون به دیکتاتور نمیرسه، قدرت دست ماست، با مقاومتمون میتونیم که این وضعیت رو تغییر بدیم و هر روز هم داره با مقاومت روزمرش این رو به عنوان یک الگو در برابر چشم جامعه میگذاره و نشون میده که این زخم خونابه چکانه، این زخم بسته نشده.